سلام دوستان زئوس یه چند سالیه که در ایام ماه مبارک رمضان ادعاهایی رو در مورد اینکه روزه هیچ اثر مفیدی نداره و شما مسلمون ها خودتون رو دارید گول میزنید انتشار میده من قبل از اینکه به این مطلب زهوس بپردازم لازم میدونم که بگم معمولا آتیست ها وارد بحث روزه نمیشن چون میدونن که پرداختن به این موضوعات در کل به نفعشون نیست در واقع فواید روزه انقدر زیاده که وارد شدن به اون جز به ضررشون نخواهد بود اینی هم که میبینید زئوس وارد این قضیه شده خیلی عجیب نیست بالاخره از کسی که فکر میکنه خورشید دور چیزی نمیچرخه یا کسی که هنوز فرق بین سیاره و سیارک رو نمیدونه خب نمیشه انتظار داشت که از فواید روزم اطلاع داشته باشه خب این پستیه که زهوس در مورد روزه گذاشته و توی اون نوشته سعی در القای این دروغ را دارن که روزه گرفتن در ماه رمضان برای سلامتی بدن مفید است منظور از کلمه فستینگ که در مقالات علمی به کار رفته به هیچ وجه روزه اسلامی ماه رمضان نیست بلکه منظور برنامه غذایی کم کالری در چند روز از روزهای هفته است زئوس بهتر بود قبل از ارائه چنین مطالب خنده داری کمی هم فکر میکرد تا باز هم سوتی جدیدی از خودش ارائه نده شما زئوس جان مگه شما نبودی که میگفتی کلمات بار معنایی دارن و اگه کلمه این قرار دو تا معنی بده چرا براش کلمه دیگه ای انتخاب نمی کنن؟ اگه واقعا اینطوریه اگه بی نهایت فلسفه ربطی به بینهایت ریاضی نداره پس چرا یک کلمه دیگه براش انتخاب نمیکنند؟ کم بوده کلمه که نداریم کلمات بار معنایی دارند خب چی شد؟ چرا اینجا یهو نظر عوض شد و کلمه فستینگ رو به معنی دیگه ای گرفتی؟ کلمه فستینگ رو که دیگه همه میدونن به معنی روزه هست چی شد که یهو معنی این کلمه عوض شد و شد برنامه غذایی کم کالری پس این بار معنایی که میگفتی کجا رفت شما با این همه صوتی که داری میدی اومدی میخوای اسلام رو هم نقد کنی شما هنوز نمیتونی یه حرف درست بزنی که پاش بمونی تو کلیپ‌های مختلف خودت داری حرفای خودت رو نقض میکنی من به یکی از دوستان گفتم گفتم زوس نیاز نداره کسی جوابش رو بده کافیه برید کلیپ‌های مختلفش رو ببینید تا مشاهده کنید که خودش داره جوابای کلیپ‌های قبلی خودش رو میده در یه جا تمام سعی خودش رو میکنه که بگه ماورا طبیعی وجود نداره بعد خودش یه کلیپ دیگه در مورد کوانتوم میسازه و توش به ماورا و طبیعی متوسل میشه بگذاریم همانطور که در ابتدا گفتم بحث روزه به همون معنای دینیش یعنی گرسنه بودن در ساعتی از روز یه چیزی است که آثار مفیدش اثبات شده انواع تحقیقات جدیدی که توسط محققین انجام شده این موضوع رو تایید کرده ما چندین آزمایش برای تاثیر گرسنگی گاهگاه بر بدن انجام دادیم که شامل موشای آزمایشگاهی هستند که در 24 ساعت گرسنگی میکشن و در روز بعد هر چی که بخوان میتونستن بخورن در این حالت متوجه شدیم که سلول های مغز در مقابل مریضی های مثل آیزارمر و پارکینسون مقاوم میشن همین طور سال هاست که ثابت شده گرسنگی دادن به بدن باعث کاهش گلوکوز میشه که برای بیماری قند بسیار موثره برای من خیلی جالبه خود محققین میگن روزه به معنای گرسنگی بگیرید چون مفیده. اون وقزه اومده میگه نه محققین اشتباه میکنن. منظور غذای کم کالری هست. <applause> خب عزیز اگر منظور غذای کم کالری بود میگفت غذای کم کالری بخورید نمیگفت روزه بگیرید که. تحقیقات پزشکی نشون داده که روزه از بیماری های مانند آلزایمر، سکته، بیماری های کبدی، دیابت فشار خون، چاقی مفرد و الاخر جلوگیری میکنه. اما کارشناسان میگن به جز فواید گفته شده خود روزه گرفتن هم یک بحث عقلانی و منطقی هست روزه از دیدگاه عقلانی فرصتی است که موجب استراحت دستگاه گوارش میشه همانطور که خواب موجب رفع خستگی بدن و آرام شدن مغز میشه روزه هم موجب رفع خستگی دستگاه گوارش میشه علاوه بر مواردی که گفتیم تحقیقات محققین دانشگاه منچستر انگلیس همچنین نشون داده که گرسنگی موجب ترمیم بدن هم میشه محققان میگویند با گرسنگی گاه گاه بدن در حالتی از مرمت قرار میگیرد وقتی متوجه می شود غذایی برای حزم و استفاده وجود ندارد به دنبال غذا در جاهای دیگر می گردد و در عین حال فرصت برای بازسازی و ترمیم پیدا می کند و کارکرد اندام بدن را بهبود میبخشد. این روند در قلب باعث کاهش فشار خون و افزایش مقاومت در برابر استرس می شود. در کبد باعث پایین آمدن سطح IGF-1 می شود. بالا بودن این سلول های شپ انسولینی در بدن خطر چند نوع سرطان را افزایش می دهند ولی شاید مهمترین تاثیرات در مغز بگذارد. گرسنگی از دست رفتن حافظه را به تعویق می اندازد. موشهایی که تحت این رژیم قرار گرفتند نه تنها طول عمر بیشتری داشتند بلکه بین شش ماه تا یک سال دیرتر دچار آلزایمر و از دست دادن حافظهشان شدند که در مقایسه با انسان یعنی به تأخیر انداختن این بیماری از پنجاه سالگی به هشتاد سالگی so when we look into the وقتی مغز این موش ها رو که تحت گرسنگی گاهگاه -گاه قرار گرفتن رو بررسی کردیم متوجه شدیم که سلول های عصبی مغز بیشتر فعال شدن و در ترکیب شیمیایی سلول های عصبی تغییر ایجاد میشه که باعث بهتر کار کردن این سلول ها در مغز میشه در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدونیم روزه ای که ما در ماه رمضان میگیریم روزه ای واجبه یعنی در هر روز چند ساعت از خوردن و آشامیدن خودداری میکنیم این یعنی در یک دوره بلند مدت یازده ماهه ما یک ماه باید به دستگاه گوارشمون استراحت بدیم اما این به معنای این نیست که در طول ایام دیگه هم نشه روزه گرفت بلکه در ایام دیگه انسان میتونه خودش روزه مستحب بگیره همچنین در هایی که ممکن هوا گرمتر باشه میتوان با استفاده از سبزیجات و میبه هایی مانند هندوانه آب مورد نیاز بدن رو تعمین کرد موفق و پیروز باشید